بسم الله الرحمن الرحیم. سامانه پدافندی برد بلند مهران. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی حاشیه نگار، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. سامانه پدافندی مهران یک سامانه پدافندی از نوع برد بلنده که با هدف ساخت یک سامانه پدافندی راه کنشی یا همون تاکتیکی اما با برد بلند برای مقابله با جنگنده های دشمن که از سلاح دوریستا استفاده می کنند و همینطور هواپیماهای سوخت‌رسانی مثل KC-135، آواکس مثل E-7 و جاسوس الکترونیک مثل RC-135 که در فاصله دور از میدان نبرد فعالیت می کنند توسط نیروی هوافضای سپاه تولید شده و ما امروز می خواهیم که این سامانه رو بررسی کنیم. پس لطفاً تا انتهای این برنامه با من همراه باشید و کامنت و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشید. اما بررسی سامانه پدافندی مهران، به نظر میرسه که این سامانه حاصل تکمیل سامانه پدافندی بیت المقدسه که به عنوان یک سامانه برد بلند توسط شهید تهرانی مقدم طراحی شده بود. سامانه مهران به طوری طراحی شده که تا حد ممکن تمام اجزای اون مثل رادار هدایت آتش، پرتابگر و اینجور چیزا روی یک شاسی قرار بگیرن که سرعت جابجایی و آماده سازی سامانه رو افزایش بدن. ساختار هر آتشبار از سامانه مهران احتمالاً مشابه ساختار سامانه پدافندی سوم خرداده، به این صورت که هر آتشبار برای جستجو و کشف اهداف از یک رادار جستجو مثل رادار آرای فازی فعال باند اس بشیر با برد 300 کیلومتر استفاده میکنه که برای سامانه مهران به یک رادار برد بلندتر نیازه که رونمایی نشده و برای نقش پیش اخطار توان ایجاد پیوند با رادارهای پیش اخطار باند VHF قدیر و قدس تحت پوشش شبکه یک پارچه پدافند عمل می کنند. در مرکز یک آتشبار این سامانه ها مرکز فرماندهی حضور داره که محل قرارگیری کاربران و فرمانده هست. هر آتشبار از 4 تلار یا همون پرتابگر مجهز به رادار هدایت آتش تشکیل شده. هر تلار سامانه مهران از یک رادار هدایت آتش باند X با برد 450 کیلومتر، یک سامانه الکترواپتیکی با برد 50 تا 90 کیلومتر برای مقابله با جنگ الکترونیک، یک پرتابگر 4 عددی موشک مهران 1 با برد 200 کیلومتر و یک واحد فرماندهی که محل حضور کاربران هست تشکیل شده. موشک مهران 1 به نظر میرسه که نسخه بروز شده از موشک طائر 3 از نظر الکترونیکی باشه. هر تلار وظیفه فرماندهی دو تل یا همون پرتابگر رو به عهده داره که هر تل مجهز به پرتابگر 6 عددی موشک مهران 2 با برد 320 کیلومتره که برای مقابله با هواپیماهای آواکس، سوخت‌رسان و غیره ساخته شده. هر تل میتونه به جای پرتابگر 6 عددی موشک مهران 2 یک پرتابگر 8 عددی موشک مهران 1 رو حمل کنه. اما بررسی راهکنش عملیاتی این سامانه و مقایسه اون با عملکرد سامانه‌های S-400 روسی و سامانه‌های S-200 و پاتریوت اوکراینی در جنگ اوکراین رو بررسی کنیم. روس‌ها در جنگ اوکراین برای حفظ برتری هوایی در خط مقدم سامانه‌های S-400 رو مستقر کردند که تونستن تا مدتی برتری هوایی رو حفظ کنن و چند فروند جنگنده اوکراینی رو سرنگون کنن. اما اشتباه روس‌ها استقرار طولانی مدت سامانه در یک محل ثابت بود که باعث شد اوکراینی‌ها با چندین موشک اونا رو منهدم کنند. در اینجا برتری سامانه مهران جایی مشخص میشه که سامانه‌های ایرانی مهران و آرمان بعد از شلیک میتونن به سرعت جابجا بشن و در عرض 3 دقیقه در محل جدید مستقر بشن و این باعث میشه که شناسایی اونها بسیار سخت و انهدام اونا بعد از شناسایی سرعت واکنش بالایی رو از دشمن به طلبه و این انهدام رو بسیار سخت‌تر کنه. اما در مقایسه با سامانه‌های S-200 و پاتریوت اوکراینی، اوکراینی‌ها یک بار با استفاده از سامانه پدافندی برد بلند S-200 موفق شدن یک هواپیمای آواکس A-50 روس‌ها رو منهدم کنند و این باعث کاهش شدید پرواز آواکس‌های روسی شده و اونها نمیتونن به میدان نبرد نظارت کنند. همچنین اوکراینی‌ها تا الان با سامانه پاتریوت چندین جنگنده روسی رو سرنگون کردن اما به دلیل تحرک کم پاتریوت این سامانه چندین بار منهدم شده. ایران با سامانه مهران
میتونه از فاصله 320 کیلومتری با هواپیماهایی مثل آواکس، سوخت‌رسان و غیره دشمن درگیر بشه و همینطور از فاصله 200 کیلومتری با جنگنده‌های دشمن درگیر بشه و با تحرک بالا و سرعت جابجایی خودش از انهدام سامانه‌های پدافندی جلوگیری کنه. خب دوستان، اینم از برنامه امروز. خیلی ممنونم که منو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.